سلام و خسته نباشین خدمت تمام عزیزان تو خونه. امروز میخواییم میرزا قاسمی رو براتون آموزش بدیم. یک میرزا قاسمی بسیار خوشمزه. بعضی ها میرزا قاسمی رو با نون میخورن، بعضی ها با کته آبکش نکته. چیزی که تو میرزا قاسمی به کار میره، اولین چیزی که من میخوام به شما بگم، میگه به هیچ عنوان به میرزا قاسمی فلفل به هیچ عنوان نزنید. به دلیلی که وقتی ما بادام جون پوست میکنیم، میذاریم تو آبکش، نمک میزنیم بهش، به چه دلیل میزنیم؟ به دلیلی که اون تیزی بادام جون گرفته بشه، اون تندی بادام جون گرفته بشه. اینم یکی از اون فوتای کوزه‌گریه. فلفل به بادام جون هرگز نزنیم، به دلیلی که بادام جون رو تند میکنه. این میرزا قاسمی البته غذای شمالیه، ولی ما تهرانی ها خیلی دوست داریم، درست میکنیم، میخوریم و لذت چی بریم. وهله اول، شادی جان اگه ممکنه اون گوشکو به من بده. وهله اول میرزا قاسمی، اول بادمجونا رو ما، من به خاطر اینکه وقت کمتری ببرید، بادمجونا رو همه رو دودی کردم روی گاز. حالا اینجا چون نمیشه که آتیش درست کرد و بادمجونا رو کبابی کرد، معمولا ما روی گاز دودی میکنیم. دودی کردیم، پوستش رو گرفتیم. البته بادمجون رو وقتی که دودی میکنید توی سینی یه نم آب بهش بزنی که یه مقداری بمونه، استراحت بکنه، که پوستش به راحتی بتونه در بیاد. اگر همون لحظه که شما بادمجون رو دارید دودیش میکنید و میخواید پوستش رو بکنید، تمام گوشت بادمجون با اون پوست کنده میشه. به همین دلیل باید یک نم آب به بادمجون کبابی شده زده بشه که این خودش خود به خود پوستش بر بیاد. وقتی که بر بیاد تمیز میکنین. اگر سیاهی چیزی به بادمجون است، من اکثرا بعضی خونه ها با میرزا قاسمی رو دیدم که پوست بادمجون که دودی بوده و کبابی شده به خود بادمجون چسبیده و شکل غذا رو از بین برده. حتما بادمجون وقتی دودی میکنید، حتما دستتون رو یه مقدار کم آب بزنید و این بادمجون رو قشنگ روش رو بکشین که این سیاهی های بادمجون نمونه. بادمجون که آماده است، بادمجون رو میکوبیم. البته بادمجون رو زیاد لهش نکنیم. من دیدم بعضی ها بادمجون رو خیلی له میکنن، به صورت فیرینی در میاد که اصلا شکل خوشگلی نداره. میرزا قاسمی، میرزا قاسمی باید یه دو تا گوشکو بهش زده بشه، بادمجون زیاد له نشه به این صورت. میرزا قاسمی رو به راحتی برای 6 نفر تهیه میشه. اگه مهمان داشت، مثلا بادمجونی که شما دیدین 6 تا بادمجون بوده. سیر به مقداری که دوست دارین، یکی ممکنه پرسیر دوست داشته باشه، یکی کم سیر دوست داشته باشه، ولی به خاطر اینکه عطر میرزا قاسمی صرفا به خاطر سیره، من 4 حبه سیر رو رنده کردم گذاشتم که این سیر رو بلافاصله میرزم تو روغن که قشنگ یه تبدی داده بشه. سیر رو داخل روغن میریزیم. سیر رو قشنگ براحتی توی روغن تبدش میدیم. به محض اینکه داره یه مقدار طلایی میشه، شادی خانم چی بهش اضافه میکنیم؟ زردچوبه. آفرین. زردچوبه رو درست کنیم. ببینید الان سیر ما تقریبا یه خورده طلایی شد. زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. میگم من نه پیمونه اندازه گیری دارم نه هیچی، من جو چشمی میریزم همیشه. هم درست مقداری که رنگ سیرمون باز بشه. بله. میشه توضیح بدیم برای این مقدار بادمجون چه مقداری گوجه هم باید اضافه کنن؟ ببین اون دل بخواه هر کس هم، البته گوجه فرنگی نباید غالب بشه بر بادمجون. بله. و چون الان فصل زمستونه و گوجه فرنگی یه مقدار رنگ کمتر داره، بله. ما مجبور بشیم یه مقدار خیلی کمی رب بهش بزنیم که رنگ گوجه فرنگی قشنگتر بشه. درست. یعنی میذاریم به همی، یعنی رب بمونه اضافه میکنیم به گوجه فرنگی. به گوجه فرنگی بر اینم از اینم یکی از اون اتوفنه یه مقدار کمی نمک. گفتم فلفل به هیچ عنوان استفاده نمیشه توی میرزا قاسمی. بله. خب سیرمون که آماده است. بله. گوجه رو الان. بله.
رو اول می‌ریزیم به دلیل اینکه سریع رنگ میرزا قاسمیمون خوشگل بشه. اینو یه چیز بذاریم. در ضمن گوجه فرنگی رو حتما حتما باید پوستش رو بگیریم که یه مقدار لطیف‌تر بشه. وقتی پوست گوجه فرنگی بهش باشه یه مقدار از اون حالت لطیف بودن در میاد. پس ما سیر رو آماده کردیم، زردچوبه رو بهش اضافه کردیم، بلافاصله گوجه فرنگی پوست گرفته و یه مقدار خیلی کم رب و نمک بهش اضافه میکنیم و داخل سیر میریزیم. الان با بادم جو گوجه فرنگی ما تقریبا ببینیم قشنگ به آب افتاده، آب انداخته خیلی خوب. یه مقدار دیگه ما بادمجونمون رو اضافه میکنیم بهش، چون ببینید گوجه فرنگی قشنگ آب انداخته و قشنگ پخته شده. الان بادمجون رو به این اضافه میکنیم. گفتم بادمجونم زیاد نباید لهش کنیم، شکل بادمجون نباید از بین بره. الان مثلا یه مقداری من فکر میکنم گوجه فرنگی نسبت به بادمجون غالبه. خب البته بعدم نیست، حالا هنوز اینجا نیفتاده، جا بیفته شکل میز حاصلی زمین تا حاصل مثلا فرق میکنه. میگم نباید هم بزنی، ولی چون الان بادمجون رو من اضافه کردم به گوجه فرنگی باید یه جوری چیز کنم که این قشنگ مخلوط بشه. بله. اینو میذاریم یه مقدار کوچولویی برای خودش به قول معروف همچنین جا بیفته. الان باید چی کار بکنیم؟ الان باید تخم مرغمون آماده بکنیم. البته تخم مرغ بیشتر میتونیم بزنیم، ولی من فکر میکنم همین سه تا کافیه. یعنی برای این حجم سه تا تخم مرغ کافیه؟ سه تا تخم مرغ کافیه. مرسی. خیلی کم کوچولو، چون ما به اون میزا خواسته میشه ذره نمک زدیم. بله. اینم یه ذره کوچولو نمک میزنیم. البته برای کسایی که نمک زیاد برشون خوب نیست میتونن کمتر بزنن، ولی غذا وقتی خودشو نشون میده که نمکش به اندازه باشه. خب این تخم مرغ هم زیاد نباید بزنیم، همین در حدی که سفیده و زرده با هم دیگه مخلوط بشه کافی. درسته. خب یه مقداری کره خیلی کوچولو. این کره رو برای چی میگم؟ به دلیل که تخم مرغ با روغن مایه زیاد طعم جالبی پیدا نمیکنه. یه مقداری کمی، همینقدر که فقط تای مایتابه یه مقداری چرب باشه که تخم مرغ رو بتونه راحت و آسوده ببنده، یه مقدار خیلی کمی ما کره اضافه میکنیم. کره میریزیم تو مایتابه. Thank you.
چقدر من ریخت کریم فقط تایی مایتاری فقط یه مقداری چرب بشه که تخم مرغ نچسبه. اینو میریزیم. مایتاری تکونش نگه همه جاش بگیره. این دیگه فوت آخره. فوت آخره که میرزا قاسمی آماده میشه. خب میرزا قاسمی ما آماده شد. خاموش میکنیم و امیدوارم که شما یه کفگیری چیزی به من بدید. بله بچکرم. اینم شما بالی شما نیست. بایش این میز آقا سمی ماست. میگم شکل غذا خیلی مهمه، خیلی مهمه. از نظر من شکل غذا بی نهایت تو آشپزی مهمه، در صورتی که خانمای گل نازنین من حوصله داشته باشن وقتشون رو اگر دارن آشپزی میکنن تلفن موبایل رو اینقدر جواب ندن، با خاله و خواهرزاده و تشکیلات اینقدر حرف نزنن، یه موقع سرشون به موبایلشون گرم میشه میبینی که تای برنجشون گرفته، بوی دود گرفته و تمام زحمتشون هدر رفته. این از میرزا قاسم. و اما اصل مطلب اینجاست. اصل مطلب نقش و نگار این برای من زیاد مرتب چیز نکردم ولی چون وقتی دارم آموزش داره میده یه مقدار باید سریع کارش رو انجام بده که بچه های پشت دوربینم اذیت نشن. بچه های پشت دوربین که البته خستگیشون فکر میکنم با خوردن این غذاها حسابی در درسته؟ درسته، ولی خب باید ما هم یه مقدار مراقبت بکنیم که خسته نشن زیاد چون میخوایم کار کنیم. حالا بله. یه موقع بتر میرزا قاسمی ما آماده است، کتمونم آماده است. بعد از اینکه کار تموم شد از عزیزانی که پشت دوربین هستن میخوام که بیان این میرزا قاسمی رو تست بکنن ببینن که آیا تا حالا همچی میرزا قاسمی خوردن یا نه. واقعیت رو بگیم، یعنی اگرم بگیم نه همچین آنچنان جالبم فلان نبود، من اصلا ناراحت نیستم، سعی میکنم که دفعه بعد بهتر درست بکنم چون عاشق آشپزیم. عزیزانی که امروز با ما همراه بودن و این میرزا قاسمی و کتر رو دیدن میخوام خواهش بکنم دقیقا همین جوری که من درست کردم همین مدل برای من درست بکنن و برای من بفرستن و بدونی که در مسابقه حتما شرکت خواهید داشت و حتما هم جایزه‌ای به شما تعلق می‌گیرید. روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش.